صفایی شهر. د پاک الله پنامه، السلام علیکم. تاسو ته راغلا سویم صفایی شهر خبرونه کې. د خبرونه موضوع صحت او معارف او د اړیکې کشمیر دي 0 او 9 0 9 2 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
ارمان افم فیسبوک صفحه هم ستاسو په خدمت کې ده. یک سلام خدمت تمام کسایی که با ارمان افم هستن. امید است که روز شنبه را به خیر و بافیت آغاز کرده باشین و روز جمعه را به خوبی سپری کرده باشین. در برنامه صفایی شهر با شما عزیزان خود هستیم. درود بر روان پاک شهدای روز گذشته و همچنان شفای عاجل بر زخمی ها. شما خبر شدین از طریق میدیا ها که قطعه آشوب، قطعه ضد آشوب برخلاف گفتم، خواستن که یک گردهمایی را که از طرف بنایی برای انداخته شده بود، یعنی دکاندارای بنایی که گفتن مواد مخدر سودا میکنن، و شما دیدین که یک انتحاری داخل پلیس میشه و تقریبا گفتم میشه که اضافه تر از 10 کشته به جا گذاشته و چندین زخمی. و امروز 6 جنوری است که مصادف میشه با 16 جدی. موضوع برنامه صحت و معارف است. یک مهمان هم داریم که لحظات بعد از طریق همی برنامه که در استودیو نشستن، همون قسمه که شما یک روز دیگه شنیده بودین که یک کسر خانهش با داوطلبی از طریق میدیاها گذاشته بودن، فکر میکنم یام چندین نفر هستن و انشالله که بعد از لحظات بعد شما را در جریان خواهد گذاشتیم. با شما هستیم و با تلفون هایتان. شماره تماس 0777-98-98-1 0799-22-22-29 و 456 پیام بگذارین، کلید 1615 فشار بدین، پیامتان با ما میرسه. و در صفحه فیسبوک آرمان هم میتونین مشکلات تانه بگوید. سلام علیکم دانش هستم. علیکم السلام و صبحتان بخیر. بخیر باشی، جور باشی دانش هستم. دوسری مرتبه تماس میگرم از امتحان کنکوری بانیان ملموت میکنین. امروز پرسان میکنیم. امروز بشنگلن. امروز روز جست پرسان میکنیم. آمادگی های تانه بگیرین. امتحان های یکی پشت دیگه در حال ولایت میرسه و شما با خبر میشین. سلام و صبحتان بخیر. سلام علیکم. و علیکم السلام و صبح بخیر. صبح شما بخیر. بخیر و بافیت باشین، زنده و سلامت باشین. بفرمایید دانشوار صاحب محترم، چیال دارین؟ ساعتتان خوب است؟ خدا نشرمانه تانه، به عزت خدا باشین. باش که دمو گل صبح گفتم پیدایت کنم که دمو گل صبح یک کمی فرصتی می باشه، یک کمی که دستان راز و دل کنیم. چیال دارین؟ سیما جانم خوب است؟ همگی به دعایتان، بفرمایین. نجیب الله سن یکی از همشهریان شما از کنم. دانشوار صاحب محترم، واقعا خدا شما را خیر بده که درود گفتین برای پاک شهدای بنایی، خصوصا نیروهای امنیتی ما. واقعا جای تاسف است، گرچه برنامه شما خصوصا روی معارف و صحت است. خواهش میکنم. میدونید که باید دولت رایگان در تمام دنیای رایگان در دسترس مردم قرار میگیره. متاسفانه که در وطن ما خو فضل خدا در شفاخانه شما شو گزارشتان دیدم در دبستان ابو علی. بله. گدام ها دوا پر بود و مریض های بیچاره را کس دوا نمیداد. بله. همچنان در قسمت تعلیم و تربیه ما شما میفهمیم که معلم بیچاره که 8000 افغانی باش میگیره با چی مشکلاته، اولاد های وطن درس میتن، ولی متاسفانه که سطح تعلیم و تربیه هم صفر در افغانستان، حتی زیر صفر، و هم سطح صحت. در قسمت همی انتحاری که دونایی شد و نیروهای امنیتی را شهید ساخت، واقعا جای تاسف است. ما و شما قربانی سیاست های ناکام حکومت ائتلافی و بنام وحدت ملی هستیم. هر روز ما و شما میبینیم که سردمدارای از این وطن فقط نیز نیروهای امنیتی من نیز چوب سوخت استفاده میکنن. به سر تا سر افغانستان روزانه ده ها نفر پلیس و اردو و امنیت ما شدید میشه، ولی متاسفانه این جنرال ها و این کلان هایی که اشکمایشان کلان کلان و عرش و قابلی خورده و کباب خورده ششتن حکومت میکنن، بسیار جای تاسف است. بسیار جای تاسف است، خصوصا بر رئیس جمهور افغانستان جای شرمت و رئیس اجرایه که یا صرف همی تقبیر یاد دارن، یک روز یا استاد نشدن
که یا برابر نیروهای امنیتی انگیزه بدن، نیروهای امنیتی را تشویق کنند. با خدا آفرین بر نیروهای امنیتی ما دانشجوهای محترم که در این شرایط با 10000 روپیه یک سرباز میره در خط اول شهید میشه و اینجا انفجار میشه. همچنان شما میبینید که وضعیت امنیتی کابل زیر صفر قرار داره. دیگه درد دل بسیار زیاد است. لعنت خداوند به این ترورستا، لعنت خداوند به این ترورستا. خداوند شما را خیر بده که صدای مردم بلند میکنه. بسیار زیاد تشکر دانشجو. زنده و سلامت باشین عجیب جان، روزت بخیر. و باید بگویم که باید وزارت امور داخله کسی که در رأس بوده و بی‌پروایی کرده، غفلت وظیفوی کرده، باید او را به دادگاه معرفی کنه تا از او بازخواست شود که چطور تانست که یک انتحاری در بین نیروهای پلیس خود برسانه و انفجار بده. ای باید پرسان شود و بازخواست شود. با شما هستیم. جاوید در صفحه فیسبوک میگه که امروی بخاری نکردین از خاطر وکیل فیض محمد خسروی که در فروش است. این بار شماره تماسشان هم روان کرده، یادداشت کنین، حتما امرویشان به تماس میشیم. از کی دست بودر فروش؟ از امروی بودر فروش وکیل فیض محمد میگه که شماره شست و پوسته سیاسنگ گفتن دوزه هشتم که از هر موتر سنگوریک 50 تا 200 افغانی میگیره. اگر دوز بگیمشون نه پوسته. خب پوسته ما گفتم دو کارم میکنم بخاطر که نام پلیس بد کردن. فریارم گفته که درباره تاریخ دقیق امتحانات کنکور ولایت از تحصیلات عالی بپرسیم که امروز خانم پیکار صحبت میکنه به ارتباط. موضوع برنامه را تعقیب کنین. ایمل محمدی هم گفته که ماش شهیدا شش ماه میشه که داده نشده، لطفا بپرسین. با شما هستیم و با میمان برنامه ما خود معرفی میکنن. خوش آمدین به استودیوی آرمان اف ام. تشکر، سلامت باشین، لطف کردین. میشه که بگوین که چی مشکل داشتین که تا اینجا سرگردان شدین؟ با نام خدا و با عرض سلام خدمت کارکنان رادیوی آرمان، رادیوی دلها و دستندرکاران برنامه صفایی شهر و شنوندگان محترم رادیوی آرمان سلام احترام عرض میکنم. من عبدالسعید حمیدی، یکی از باشنده و نماینده مردم بلاک صفا سیتی سنتر که در پروژه دوم وزیر آباد صفا سیتی سنتر که در پروژه دوم صفا وزیر آباد در لبجر مربوط ناحیه چهارم قرار داره. بله. میشه که بگوین که چی واقعه شده که شما تا اینجا آمدید؟ واقعه اصلا این است که در این بلاک متذکره که ما قبلا از این نام بردیم به تعداد 55 فامیل به شمول مطابع دفاتر و کوپراتیف پلیس و باشنده اونجا زندگی میکنن که قبلا این بلاک مربوط عبدالخالق ولد عبدالرزاق باشنده اصلی از ولایت کندز است، مربوط از اونا میشه که از سال 1386 این باشندهایی که فعلا اپارتمان رو به دسترس ما قرار داره به طور گروی از جمله چارج به بای قطعی و متوقعش به بای جایزی و به بای گروی به دسترس باشنده قرار داره. بله. که ما در این رابطه از حاجی عبدالخالق بارها خواهان سند شرعی شدیم که برای ما هم سند گروی رو سند شرعی بده، اما او به بهانه‌های مختلف امروز فردا از این مسئله سر باز زدن. بله. و بالاخره حاجی عبدالخالق در حوالی سال 1393 به خارج سفر کرد که بالاخره تا امروز برگشت نکرده، یعنی فرار کرد. فرار کرد. بله. از حق قاربش کسانی که در اونجا بودو باش داشتن میپرسیدیم برای ما که دمای حمل میه، در روز عید میه، در روز براد میه، بالاخره تا امروز پیدا نشد. و ما هم منتظر آمدن از اینا بودیم که بالاخره در تاریخ 13 ثور یعنی سال جاری یا سال 1396 چهار نفر داخل بلاک آمدن و جویای مردم وکیل بلاک شدن. ما رفتیم به حضور از اونا، خود معرفی کردن که یکیش نماینده حقوق ریاست حقوق ولایت کابل بود و سه نفر از این نماینده میوان بانک بودن. از اینا پرسیدیم که شما چیکار هستین، چیکار میگو؟ ما که خودم معرفی کردیم آمدیم به خاطر تخلیه بلاک. که بلاک به خاطر تخلیه چی؟ گفت که بلاک در تضمین میوان بانک گذاشته شده. یادم قصدار بوده از میوان بانک. بله، در تضمین میوان بانک گذاشته شده. حاجی عبدالخالق از میوان بانک یک مقدار پول به طور قرضه گرفته به خاطر
ایجاد یک فابریکه ذوب آهن به نام صفا رحیمی در پارک های سنتی کابل که بلاک در تضمین از او مانده که فعلا هم فابریکه ذوب آهن صفا رحیمی در پارک های سنتی فعالیت داره و تولیدات میکنه. خب بله، به نام خودش است. به نام خودش است که از او بچهش به نام عبدالشکور سرپرستی میکنه. در کابل است. در کابل است. و امی بلاکی که من نام بردم، این بلاک هم در زمانت فابریکه ذوب آهن گذاشته شده که فابریکه ذوب آهن هم فعلا بر حال است. چند شما تاویل کرده بودین بر پیسه؟ هر کدام با قیمت های مختلف است که از 20,000 حتی تا دلار تا 3,000,000 دلار که کوپراتیف پلیس هست اونجا، اونا یک منزل در اختیارشان است بود باش دارن که پول مجموعی ما در 2,613,000 دلار آمریکایی میشه که از مجموعی هم باشندهایی که قبلا تعدادش به شما ذکر کردیم نام بردیم، همین مبلغ است. شما باز با کجا مراجعه کردین؟ همین آیت که آمد و آیت که آمد، ما اول در جویای یک اسنادی از آیت شدیم که شما با کدام اسنادی پیش شما داخل آمدیم که ما اینجا را تخلیه کنیم، اینجا خود ما سند به دست داریم، از مالک بلاک پول تاویل کردیم، اینجا غصب نکردیم، غاصب نیستیم، تاویل کردیم به خاطری که با فامیل خود یک آبرومندان زندگی کنیم. اینا اسنادی را برای ما نشان دادن که فیصله محکمه ابتدایی تجارتی علف نای چهار ولایت کابل بود که این فیصله کرده، در فیصله چنین ذکر شده بود که این بلاک صفا سیتی سنتر از طریق مزایده به فروش برسد، میوان بانک پول خود بگیره، متباقی پول اگر باقی میمانه به حساب مالک بلاک در یکی از بانک های دولتی به طور ضمانت چی امانت گذاشته شود بر مالک. باز ما از این جای یک سند دیگه شدیم، گفتیم که شما زمان در کدام تاریخ شما پول دادین برای چیز مالک صفات سنتر و این را در ضمانت خود گرفتین. وقتی که ما اسناد از اونا رو دادیم، اونا در 22/12/91 این رو تضمین گرفتن که تقریبا 8 روز کم 92 میشه. بله. در 92 این رو در ضمانت گرفتن. ما برای اینا گفتیم که دوستان ما چیز داریم، از سال 1386 ما سند بدست داریم، زمانی که ما اینجا بود و باش میکردیم، اپارتمان را گرفتیم و سند گرفتیم، پول پرداختیم، اصلا از میوان بانک نامی نبود، برای میوان بانک اصلا ایجاد نشده بود. عجیب است. اینا گفت که نماینده حقوق برای ما فیصله محکمه آمده، فیصله نهایی است، دیگه ما گپی کرده نمیتونیم. با شما با کدام جای سر زدین یا نزدین؟ بله، به اونجا میرسیم. مسئله مهم هی است که باید دو حتف توجه کرد که حاجی خالق با دکتر فریدون رئیس میوان بانک روابط بسیار تنگاتنگ نزدیک دارن که قبلا در مسائل قراردادها اینا با هم شریک بودن، به می خاطر اینا هر دوش معاملات پنهانی مافیایی را سازماندهی کردند که تا یک مقدار پول همی باشندهایی که همگیش مامورین دولت، معلمین، افسران پایین رتبه، کسانی هستند که فقط زندگی میکنن، پول از اینا را با خود ببرن. اینا هر دوش معاملگری کردند به خاطر نزدیک بودنشان، به خاطر که قبلا هم اینا با هم در قراردادها شریک بودن و از همی پولیسیا گاز از راه نامشروع به دست آوردن، همین بلاک هم حامله شد ساختن، شاید در این هم همین میوان با قبلا هم شریک بوده باشه، فقط یک راسازی بالای همین مردم بیچاره که در اینجا زندگی میکنن. و محکمه نایه چار به نام قاضی کفایت الله فضلی که همین فیصله را صادر کرده، ای یک قاضی کم تجربه بوده، ای را هم در تاریکی قرار دادن و شاید کدام حرفای دیگه باشه که ما در اون مورد سند به دست نداریم و ادعا هم نمی کنیم. ای بدون از اینکه اسناد ببینه، ما شما شاید از این هستیم که در قوانین بانکی خصوصا بانکای خصوصی طوری هست ولی به یک بانک مراجعه میکنی 20,000 افغانی بگیری،
نه خانه تا میبینه، از همسایت پرسان میکنه، شست از اونا رو میگیره، سند تا میگیره که آیا همی خانه از این هست یا نیست. اما این 2,200,000 دلار فعلا فیصله کرده برشان که 2,200,000 دلار دادن، آیا نماینده خود روان نکردن به اینجا که آیا بلاک خالی از سکنه است، اینجا کرایی هست، اینجا گروی نشین است، اینجا بابای قطعی خریده، اینجا کی وجود داره؟ اصلا همینطوری یک ورقی وجود نداره. اما جناب قاضی صاحب قبلا نامش از اون نام بردیم، این می مسائل را نادیده یک فیصله غیر عادلانه که حق ما مردم بیچاره که در اونجا بوده باش میکنیم، تمام اندوختای زندگی ما را ما به همون جزدیم که تا بتانیم یک زندگی آبرومندانه داشته باشیم و به نفع یک سودخور، به کسی که یک مافیا اقتصادی، به نفع از اونا که میوان بانک از فیصله کردن. بعد از او ما به استر محکمه، به پارلمان، به وزارت عدلیه، به والی صاحب کابل، به ریاست جمهوری، به جای مختلف مراجعه کردیم. به استر محکمه مراجعه کردیم، استر محکمه گفت که وقت ملاقات گرفتیم با رئیس صاحب استر محکمه، اونا گفتن که فیصله محکمه نهایی و قطعی هست، قابل بازگشت نیست. حتی برای ما وقت نداد که ما برش توضیح بدیم که این مسائلی که بر شما گفتیم که سندهای ما پیش از اونها هست، اینا غیر قانونی کار کردن. برای ما وقت نداد، گفت شما مستحق نیستین، فیصله نهایی است. و بعدا به پارلمان مراجعه کردیم که اونجا کمیسیون مشترک حقوق قضایی و حقوقی، مشران و جرگه و اولسی جرگه، اونجا از ما حمایت کردن، ما را حق به جانب دانستن، سند دادن، مکتوب دادن به وزارت پارلمانی از او به طریق بر استر محکمه که اسنادشان فعلا به دسترس ما قرار داره و او را استر محکمه نادیده گرفت. به وزارت عدلیه رفتیم، به ولایت کابل رفتیم، اونا هم عین گپ که گویا همی حکم محکمه از لو محفوظ آمده، ای آیت قرآن از هیچ قابل تغییر نیست. اما کسی عرض ما را گوش نمی کرد که ما بر زنا توضیحات می دادیم که ما پیش از اینا جای بجا هستیم. هر پنهانکاری، هر معامله‌گری که شده از طرف میوان بانک تبانی با حاجی خالق مالک بلاک شدن. اما کسی که ما رو گوش نمیکرد. به ریاست جمهور رفتیم، در بخش سم شکایات مردم، اونجا کسی به نام مشاور ارشد ریاست جمهوری در مورد رسیدگی به شکایات مردم که جناب اسدالله وفا بود، پیش از اون رفتیم، اونا هم حرز ما رو شنیدن، گفت شما سندهایتان رو برین که اعدام میکنین که آیا شما پیش از میمن بانک سند دارین ندارین. تمام سندهای ما رو کپی کردیم، به اونجا بردیم، اونا مکتوب نوشته کردن، از استر محکمه تقاضا کردن، خواهش کردن که اینا حق به جانب هستن، شما در مورد حق حقوق از اینا غور بررسی کنین. اما داو بدون از اینکه به رئیس صاحب استر محکمه برسه، رئیس تحریراتش نوشته کرد قبلا با ایا ملاقات شده، بنان مکتوب حفظ شد، او را حفظ کردن. دیگه به اینی جای مراجعه کردیم. ما خب شما را ما کل مشکلات تان عمیال گرفتیم، عدیجان یاداش کرده و ای را امرای تولونیز هم در میان میگذاریم و کت بخش های مختلفی که شما رفتین، ادارات مختلفی که رفتین، در اوجا هم به تماس میشیم، موضوع را پرسان میکنیم، بر شما اول میتیم. تشکر، لطف دارست، سلامت باشیم. بخیر باشین. به ارتباط مشکلات گذشته از خاطر غذای شفاخانه صحت طفل شکایت بود و یکی هم از انستیتوت طبی مولانا جامی در جویشیر که محصلین ده ماه قبل فارغ شدن و دیپلم نمیتن و قرار است که به هرات نقل مکان کنن. آقای کاووسی امروز بعد از ساعت 7:30 صحبت خواهد کردن، منتظر باشین. و از لفت شفاخانه جمهوریت شکایت بود که دو سه ماه میشه غیر فعال است که به گوش مسئولین رسید و به ارتباط امتحانات کنکور بامیان و دیگر ولایات، و همچنان گفته بودن که
مؤسسه تحصیلات عالی سید جمال الدین افغان در لیسه مریم دوماس که به خاطر مونوگراف محصلین سرگردان ساختن. خانم معارف پیکار سخنگوی تحصیلات عالی امروز صحبت میکنن و در دیربان قرغه یک نمره زمین بود که پر از کثافات بود و شهرک خراسان ناحیه 16 گفتن که جای مخصوص به کثافات ندارن که باقی بهزاد رسید. انشالله که اقدام میکنن. مشکلات امنیتی به 119 رسید و مشکلات اختطاف و غصب زمین بود که امرای طلوع نیوز در میان گذاشتیم که موضوع را تعقیب کنن. سسواری که در زوابایی و سفر و سوابیه اتنویه و اتنویه و سفر و سو نهانوی دوویش دوویش نهویش. در صفحه فیسبوک خالد از کاپیسا کامنت مانده میگه که وضعیت صحی در شفاخانه و مراکز صحی کاپیسا بسیار بد است. دکترها اصلا به مریضا توجه نمی کنند. دوایی که از طرف وزارت صحت عامه به صورت رایگان در شفاخانه روان میشه از طرف دکترها حیف و میل میشه و کلینیکای شخصی خود انتقال میتن. صفایی شهران مانفه. بله سلام علیکم. صبحتان بخیر. بخیر و با عافیت. روز بخیر. آزاده و سلامت باشین. من شاخدم چارایی که سنگی شهر افراجو یارا انشالله سبیل افواقه بسار خوب کار کردن. یکی می چارایی کمپانی بسار زهام هست. بلا باش گیره امروز که ته سلطانی صاحب گپ می زنیم. یک کار بسیار نیک شده و ما او روز رفتم سرای شمالی دیدم ایواز ترافیک نفرای شهرداری کار می کردن و جاده بروی ترافیک باز شده بود. خواستیم که این موضوع را که شان مطرح کنیم و یک کاری بسیار نیک است. از کارهای نیک همیشه استقبال میکنیم و گپ شما را قبول میکنیم. احمد فرزاد وفا در صفحه فیسبوک سلام گفته و میگه که امروز گرچه روز صحت و معارف است خواه مکاتب رخصت هستن از صحت باید بنویسیم که هر روز بیشتر از روز نسبت به آلودگی هوای شهر کابل بیشتر از 30% شهروندان کابل دچار امراض گوناگون میشه و از صحت و معارف تشکر کردن که تلاش میکنن و گفتن شخصا 3 روز شد که آلمان آمدیم و نسبت مریضی سرطان خون که دارم اینجا بعد از 3 ماه برای معالجه میایم اما خواستم از اینجا شکایت خدا کنم که باید همه رسانه ها کوشش کنند که از این آلودگی هوا جلوگیری شود که یک فاجعه بزرگ انسانی است. صفایی شهر بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. بله سلام شمخ جنی خوی خیست جورد منانه تسخیه سهر ما بخیر می روانی اکره شکزه نیمتونه زبال خبری کن شمخ جنی خوی تشتال دنشت سلامون هم دلته زما د زابل ولایت کښې مرکز ته نږدې څېرمه د خرواریانو منطقه کښې دا د غمبې سمې شبکه ډېر مشکلات لري او ډېر کمزورې ده. زموږ دغه یو غږ تر یو ځایه ورسوي سماجانې پورې حتما ستاسو غږ رسوو مسؤلینو ته. ډېره مننه د خدای پامان. آلودګي هوا آنقدر زیاد شده که امی برادر که پیشتر از جرمنی برای ما مسیج کرده بود چون تداویش در ایجا نشده و خوب است که یک ذره پیسه داشته که تا جرمنی خود رسانده. خدا شفا بتش است. به سرطان خون مبتلا شده و ای زغال سنگ امروز که یک کس گپ میزنیم از وزارت صحت عامه سیما جان پیدا میکنه که چقدر نقص داره چقدر ضرر داره برای انسانهایی که در ایجا زندگی میکنن. ای ره خواهد عبدالناصر سکندر بازم از دکتر صاحب راضی وردک شکایت کردن که به خاطر فیس معاینات تلویزیونی 200 میگیره و بعد از معاینه 150 افغانی میگیره و مجموعاً 350 میشه و در نسخهش غیر از دواخانه خودش دیگه جای پیدا نمیشه و وقتی که واضح نوشته کنن در دواخانه خودش 950 بود دیگه جای برادر ما 630 افغانی نسخه عمود داره خریدن. سلام و صبحتان بخیر. سلام علیکم دانشجو خوبی بخیر. بخیر و معافیت. روز بخیر. رزولت راضی متماشا مهربانی قربان. چه همین متوازیم خیلی دولت غنی خیلی زیاد شده. در کجا کم است؟ این در کجا جنگل مدو خیلی زیاد باشه از پیش در تکلیف هستم. ولایت خوست دیدن که چی حال هست؟ کابل دیدن که چی حال هست؟ مزار دیدن که چی حال هست؟ باور که یکی استدامی شما میموره بسیار زیاد دریای کابل مچه میقدر فوت کرده بود که یا خدا این جدی میگریم و رایلش تداوی نیست. رایلش ای است که مواد مخدر باید گم شوه، اوزه ها باید فعالیت کنند، کسایی که برای معتادین مواد مخدر میرسانه
او را بازداشت کنه. در غیر از او ایرا رای حل نیست که هر دقیقه واره بگیری در یک موتر پرتی و چند روز بعد پس داری سرک علش کنی، ایت رای حل نیست. در ایت کشور ببینید دو نریم نزدیک، عربستان، ایران، چندین مملکت ها را اگر ما بر شما دبی، اگر ما بر شما مثال بتم، اگر یک پوری مواد مخدر در جیب یک کسی یافت میشه او محکوم به اعدام است، به خاطر که از شر از او به هزارها انسان نجات میتن و جوانان به خصوص نجات میتن. اما افسوس در این مملکت که خود موترهای شیشه‌سی هم بر گفته مردم که استات میکنه و توزیع میکنه و میره و هیچ کس دمش گرفته نمیتونه، این رایل نیست. ای گناه از این مردم به دوشتان است، به خدا دگردنتان است، تا روز آخرت جواب دادن نمیتونین و ای بیخی یک دین است دگردنتان. کوسی صاحب مسئول روابط عامه وزارت صحت روی خط تلفن هستن. آقای کوسی سلام و صبحتان بخیر. سلام آقای دانشور، صبح شما و صبح شنوندگان عزیز شما بخیر. آقای کوسی در قدم اول خواهمی زغال سنگ که شبکی میبینین صاحب کلگی در تیوانه ساخته و تا بسیاری در مریض ساخته، که خواستیم در دمی رابطه بگویم که دود زغال سنگ چقدر برای تنفس انسانهایی که در کابل زندگی میکنن یا در دیگر جایا نقص داره. واقعا از حد بیش مضر است برای صحت انسان. یعنی خلاص یک زهر است. بله، تنفس دی برای انسان که روزانه حد اقل ما براتون بگویم از 1000 مریضی که در سال فرمه 400 مریض از این با امراض طرق تنفسی مبتلا میشن و شفاخانه های دولتی پر از ایست. بله، اما با شفاخانه صحت طفل 400 مریض امراض طرق تنفسی روزانه مراجعه میکنن که اینا از این طریق هوایی کسیفی را که تنفس میکنن مریض میشن. آقای کوسیج مسئول کی است که باید ایره بررسی کنه، صحت مردم در نظر بگیره؟ خب صحت مردم وقتی که هوا درست باشه، وقتی که شخصی که مریض میشه، مسئولیت وزارت صحت هم هست که ایره مد نظر میگیره و تداوی میکنه مردم. بله، اما ای که باید نگذاریم که مریض شون، ای کثافت و ای سرک ها و ای هوا را، آلودگی هوا را از بین بردنش کار ارگان های دیگه است که باید دست به دست بتن همراه وزارت صحت همکاری بکنن تا مردم مریض نمانن که مریض شود، که وزارت صحت همات او را تداوی بکنن. بله، در مورد غذایی که برای مریضان در ساعت طفل داده میشن این خوب نیست. روز گذاشته کسی شکایت کرده بود از غذای شفاخانه ساعت طفل. ما رفتیم دیدیم، همراه مسئولینش هم گپ زدیم و دیدیم غذا از نگاه پروتئینی، یعنی از نگاه ویتامین ها، واقعا دارای کمبود است. دلیلش هم میگم که چرا. برای یک نفر دکتر پرسنل در دو وقت غذا 50 افغانی حواله است از طرف دولت، یعنی چاشت شب، و برای یک مریض در 24 ساعت که 3 وقت غذا میشه 70 افغانی حواله است، که با اینمی پول بسیار اندک فکر کنید یک دانه نان حداقل 10 افغانی است. بله، اینمی 70 افغانی را برای از طرف چاشت، مثلا چاشت برنج و لوبیا برشان میده، یا برنج و دال برشان میده، یا برنج و گلپی نظر به اون سالان موسم. بله، از طرف شب همه تو برنج با یک رقم سالان. بله، و از طرف صبح تخم دو دانه کیله همراه نان برشان میده. یعنی از نگاه شاید عالی نباشه، کانتیننتال نباشه نان. بله، که ما بگویم سری نیست و گوشت نیست و کباب نیست. بله بله، اما پاک از غذا. و با اینمی شما دانشجو هستید، ما شما حاضرین جامعه هستیم، 70 افغانی 3 وقت غذا شما چی میخورین؟ شما بگید. ولی یک وقت شما صاحب نظر بهش مسعود اگه باز سوال 70 افغانی است، اما اینمی رو باز هم میرسانه وزارت صحت عامه. بله، و این خوب است که سی است دیگه، غذای مریض است، پریزانه است. بله بله، پاک است، صفا است، درست است، اما کیفیت عالی نداره. به غذای رستورانی و هتلی نیست. مردم منطقه میگن که صحی نیست. ما نیمی از نگاه صحی بودنش بیخی مطمئنه، چون چیزهای زیاد نیست. ما رفتیم دیدیم دوبار خود ما. بله، بازم کسی ماجان هم رایمتا ماز گرفت. بله، اما غذا پاک است، درست است، صفا است، اما غذای بسیار خوب و عالی و مزادار نیست که به حساب ما شما در یک رستوران میریم، در یک هتل میریم. کاویسیز برای چقدر مریض غذا روزانه پخته میشه؟
روزانه عمرمو 3-400 نفر مریض کوچه بستر از خدا پخته میشن. اوه عجیب است به خدا، آفرینشان والا. بله این استوده تب مولانا او رام شنیدن؟ شفاخانه همین استوده مولانا را که گفتم بله بله اونا را هم ما تماس گرفتیم، اونا هم مسئله که بخیر می شکایت کردن که میره و تو فکر کردن که کدام مادی خانه کرایه گرفته میرن. ما به تماس شدیم با مسئولین تمام اسنادایی که یعنی همو سند فراغت از اونا تحصیلی از اونا اونا کلش به ریاست انستیتوتای خصوصی داده شده و بعد از پروسس و تای مراحل بعد از او برشان به امضا میشه و داده میشه. آقای کاوسی در آخر میخواهیم که برای کسایی که در شهر گشت و گذار دارن و از طرف شب بخصوص میگردن چی پیشنهاد دارین که چیگونه خود از این مرض کشنده نجات بتن؟ خب بعضی مرض گرچه اونو یعنی راه و چاره که ما شما داریم ماسک است که باید استفاده کنن مردم افغانستان و کوشش کنن که از طرف شب زیاد نباین که طرف است نکنن. زنده و سلامت باشین آقای کاوسی. بخیر باشین. بخیر باشین شما. آقای کاوسی مسئول روابط عامه ساعت آمه بود که روی خط تلفن آمدن و گفتار اخیرشان همی بود کسایی که از طرف شب مبراین اگر کار عاجل ندارین لطفاً لطفاً از خانه هایتان بیرون نشین و دیگه دار و دروازه که اگر غار و غور داره او را پت کنین که تا دود و موت داخل خانه هایتان نشه و همچنان باید بگوییم که از طرف روز کسایی که در شهر گشت و گذار دارن باید ماسک داشته باشن تا ساعتشان چون غریب و بیچاره هستیم به خاطر از امو یک پنج روپره باید مصرف کنیم و یک ماسک یا یک دستمالک هایی که دمی لیلان فروشی ها پنج روپا و دو روپا میت از اینه میره دمی دور پوزتان مثل ما واره خوب تو بتین. بعد از یک وقفه یک قصه کوتاه برتان دارم که خیلی جالبه. وقفه را بسان میگیریم. دانش یرسف در صفحه فیسبوک از مکتب متوسط شاشهید خاص واقعی سرکسیم شاشهید ناهی هشتم گفتم با وجوده که متوسط است تا صنف 9 درس باید بتم و اسناد یا سیپارچی بعض شاگردار از صنف 6-7-8 بدون که شاگردار یا والدین نشانه خبر کنه بدون خبر از یا ایراده لیسی استاد بیتار روان میکنن. که یادداشت کردیم امروی مسئولین صحبت میکنیم. منصور صمیمی هم گفتن که اشرک امارات بپرسین و گفتن ما قرار است که تجمع کنیم فردا پیشوری وزارت شهرسازی به خاطر که تا چی وقت منتظر باشیم و گفتن که اگر کدام خبرنگارم روان کنین. علی معدی هم کدام بایکشان گم شده و شیرزاد سایل هم گفته که چرا ماش لسانس 2000 افزایش داده شده و 14 پاس نی زمینی تحصیل باید دولت ما فراهم بسازه که وزارت معارف گفتن به خاطر تشویق بوده شنیدن. و حالا میریم طرف یک وقفه. اعلانات بازرگانی همه روز از چگونگی وضعیت آب و هوای کشور آگاه شدید. با 456 زنگ بزنید کلید 113 را دایل کنید. بیگ بیر قدرت را احساس کن. 100% حلال. صفایی شهر. با شما هستیم و یک موضوع را پیشتر براتون گفتم قصه میکنم. میگم این مرغ زیرک در دال قوند است. ما همیشه شما را میگفتم که در سر چوک یا فلانه جای میرین نیتو نشین نیتو نشین قصه ما را گوش کنین. دین روز همون تو ما هم پایم خارید رفتم طرف شهر. همون تو پیاده پیاده طرف مسجد بلخشتی میرفتم دیدم که یک کراچی در سرش اما تو خوب چهارمغز سفید کرد پوستش نی و ماندگی سو. ما گفتم برو گشتک آمدم باز زمین یک پرسان کنیم. خوشم آمد. گشتک آمدم دیدم که آدم در جایش نیست. خیره پالیدم پالیدم دیگه سه یافتم. یافتم دیدم که یک چند پاکت پلاستیکی کلان کلان دیگه در بغلایش ماندگیست که رنگ از او پوست از او خوب سیاه. یک آدم آمد یک خلطه را خریدم پیشوری ما. یک پایش هم لنگ بود یک آدم خوب هم تو قوی و بلند در گوش ماستایی که گفت که از سفید نخری این از این پوستی ها بخری که این تازه است این رکت پوستش که میشوینه تا رنگ میکشه. دیدم که یک زن دیگه از روز آمد وام خرید. ما گفتیم بیدر از این مرام بده. در خانه از خجالتی تا حال سرم بالا نیست.
همی دمی 21 دانش هم سید نبر آمد. کل از این بچه هم 10 ساله بود 20 ساله بود یک رقم زدن کردن مرا که تال بال نمیم. شما هم فکرتان باشه که او رقم نکنین که با گفته کسی دیگه کنین، اونم واکلش نفرهای خود زو بوده. پیسه هم دادن پیش روی ما مگر نرفتن. با شما هستیم و با تلفون هایتان. خانم پیکار سخنگوی تحصیلات عالی روی خط تلفون هستند در مورد امتحان کنکور بامیان و دیگر ولایات و موسسات تحصیلات عالی سید جمال الدین افغان و دیگر جایا بر شما معلومات میده. خانم پیکار سلام و صبحتان بخیر. سلام همچنان به شما جناب دانشیار و از صبح همه شنوندگان رادیو آرمان بخیر. بخیر باشین، بفرمایین ما در خدمت شما جواب ما. سلامت باشین جناب دانشیار، اگر شما به اساس وضعیت امنیتی و تقسیمات احتمالی که فعلا تدوین شده برای برگزاری امتحان کنکور، بله، معلومات کلی رو میتونم در اختیار شما و شنوندگان عزیز بگذارم. و امتحان از اینکه مشخصا کدام ولایت چی تاریخ برگزار میشه هنوز نهایی نشده، به دلیل از اینکه هنوز ما در فرآیند جمع‌آوری فرمای ثبت نام هستیم. اول دقیق گفتم میدونم که امتحان کنکور ولایت چی تاریخ شروع میشه و همچنان از ولایت‌های شهر کابل. خانم پایکار رقم تذکرهای الکترونیکی نشه که به تعویق نفتیده؟ نه، به خاطر که شما هم شاهد هستیم که وضعیت امنیتی و همچنان فعلا اوضاع جوید ما که از این پیش وضعیت باعث تغییر امتحانات کنکور میشد، حالا کنکور در یک فصل خوب شروع میشه که باعث تغییر نمیشه، الهی که بسیار نقاط استثنایی که یک روز درست تغییر شده، یعنی تخمین خاطر مجور کردیم از تاریخ اول حدود 1396 امتحان کنکور افتتاح میشه رسما از ولایت و به تاریخ 22 جوزای 1397 امتحان تمام ولایت افغانستان ختم میشه و باز با تعقیبش از 24 جوزا امتحان لسه های شهر کابل متفرقه و خارج محصورو میشه که تا تاریخ 10 سرطان دوام میکنن. بخیر. البته یک نقطه دیگه اینجا که امتحان کنکور اختصاصی شبانه اینا هم بعد از ختم 6 دوره امتحانات لسه های شهر کابل در شهر کابل برگزار میشه. اینا جمله تقسیمات کلی هسته که به محض اینکه ما می روند جمع‌آوری فرمای ثبت نام تمام شد، حتما خدمت شما و دوستان اعلان خواهد کردیم که کدام ولایت دقیق در کدام روز امتحانش برگزار میشه. خانم پایکار، همی وقت شما و وقت برگزاری انتخابات یک برابر است، تو نشه که سایه از او سر شما بفته؟ نه، از ما وزارت تحصیلات عالی، خب ما امتحان در پانتون ها برگزار میکنیم، ربطی به بحث انتخابات نداره. که در کدام گد و دیگه که گپا نباشه که نه اگر حرفا نمیشه، ما مطابق بس از موقعات خود در هماهنگی با ارگانهای امنیتی اداره محلی تحصیلات تنظیم کردیم، انشاءالله او مسائل هر کس کار خود پیش میبره، وزارت تحصیلات عالی هم در این راستا گامهای ابتدایی رو برداشته، انشاءالله مشکل هم ایجاد نمیشه. از چی را شنیدین؟ موسسه تحصیلات عالی سید جمال الدین؟ بله، در قسمت تحصیلات عالی سید جمال الدین امروز دوستان شرکت کردم، من این موضوع را شریک کردم امرای ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی. قطعا این موضوع غیر اصولی هست، هیچ استاد حق نداره که مونوگراف را سر محصل بفروشه، بلکه هر استاد مکلف است که 5 محصل راهنمایی بکنه در راستای اینکه مونوگراف خود را بر اساس همون معیارهای روش تحقیق نوشته کنه، و حتی بیشتر از 5 محصل یک استاد نمیتونه راهنمایی کنه، بدلیل از اینکه باید همون ظرفیت و همون وقتی که استاد در اختیار داره میتونه که 5 محصل راهنمایی بکنه. من این موضوع رو شریک کردم، میخواهر ما میتونه که کتبا بیای برای ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که باید درج بکنه، نام استاد را پوهنده را دپارتمنت مشخص ذکر بکنه، و ما با این موضوع رو شریک کردم یا رسیدگی میکنه. بدلیل از اینکه یک از برنامه های جدی وزارت تحصیلات عالی هست که ما چگونه میتونیم کیفیت مونوگراف ها رو بلند ببریم، این بحث سودایش که بیمونه کنار که قطعا بر ما قابل پذیرش نیست. لذا ما از این خواهر یا برادر ما که شکایت کرده بودن میخوایم که بیاین رسما نام دیپارتمنت نام استاد رو با ما شریک بسازن، به خاطر از اینکه ما میخوایم که محصل خود کمک بکنیم، و یک محصل ما باید یک تولید علمی داشته باشه که او راه حل یک مشکل افغانستان باشه، و این بحث خرید و فروش در موضوع مونوگراف قطعا که غیر قانونی هست، غیر اصولی هست. خیلی ممنون، زنده و سلامت باشین خانم پیکار. سلامت باشین شما همینطور. بخیر. عارف و پیکار سخنگوی تحصیلات عالی بودن که روی خط تلفن آمدن و با مشکلات شما ایزان پاسخ را کردن. انشالله که سایه از این کشمکش ها یا بالای تحصیلات عالی نفته که وقتش تغییر نکنه و جوانای ما بتانن که با مرام مقصد خود برسن. سلام و صبحتان بخیر. بله سلام علیکم دانشجو. و علیکم السلام.
بخواب مخفی صحبت کنیم. مخفی صحبت کنین، بعد از برنامه براتون زنگ میزنم مخفی صحبت کنین. خیلی ممنون، زنده و سلامت باشین. کسایی که مخفی صحبت میکنن بعد از برنامه، سیما جان نو از رادیو خلاص شد، چای خود نیم ساعت میخوره، بعد از نو نیم نیم ساعت نیم 15 دقیقه در دو تا تخمه که پلق میکنی ولی اگه در دو ساعت آدم خورده بودن نور محمد و نرجو میگه که از مزار شریف که 2 سال قبل از صنف 12 فارغ شدن و امو وقت 550 افغانی به خاطر شهادتنامه از اینا گرفته بودن. حالا که میخواین به ریاست معارف بلخ میرن، اونا میگن 500 افغانی باید بدین، یا که میگن که ما 550 تحویل کردیم، رئیس معارف میگش که با کی دادی شاید بیار. حتیف است شاید ببر قربانت شم، وقت شاید از دادان محکمه اون از یک دانه بیگی برو یک 500 هم بوده بتوی یعنی یک هزارت بچت 500 بچت میشه گوشتی ما رو. سلام و صبحتان بخیر. سلام و صبح بخیر دانشور عزیز، بخیر و عافیت، روزکت بخیر. سلام من مسو جان و همکارای شما. آه با غیر حاضر سلام نتی. آه غیر حاضر خب میشه غیر حاضر اتمند خوشم برده مهربانی قربان. دانشور عزیز، همی رابندی سراو شمالی که از این طرف گلیسی اول مترات به دست میان شفان رینا بعد دور بقل دور میخورن تا سراو شمالی این کسی که از طرف به دست میان این روی خود دون کده که مچم از روی آسمان بره از کدام را بره. خواه اینال ما سلطانی صاحب روی خط تلفن میاریم که همین مشکل شما را هم برش بگویم و امیرام تشکری نام از شهرداری کنیم امروز بعد از سالا که یک کار نکردن و امی کارشان باعث ازی شده که مردم یک کمک از جنجال خلاص شوه و چند جای دیگر هم پلان دارن. سلام و صبحتان بخیر. سلام علیکم دانشور. و علیکم السلام و صبح بخیر. بخیر هستین؟ بخیر مهربانی قربان چطور شد؟ مالیه را خونه گپایش کشار شد مکتوبش به امام رسید از طریق دولت کلا بیش خبر دارم قماندان شده سارنده یا شاند صاحبهشون آمد در تلویزیون یک شنیدم نه شرم دارن نه یا خبر هم دارن اما مکتوبه که به دکاندارا رسیده و به امام رسیده خبر دارن امنیت ملی والی سید کماندان سارنده همیش در تماس هستند از اوها شریک هستند در این جمعواری پیسه دست دارن اگر دست نداشته باشن اوها جمعواری نمیتونند دانشور سید نمی جمعی خانه ما دفتر توزیع کاریست است از هزار کودری اضافه است اون روز ما رفتیم عریضه کرده خریزی ما آمدن ای خیمه ایشان کلش سفا کردن حال دیم روز بوای از تن نفر از جای شده نمیمان نمیتونه نفرهای امنیت میای توزیع میکنن نفرهای جنایی میای توزیع میکنن اونی آقای اشرافانی رو من میگم مبیدر آلمی پودر از کجا میاد؟ تو چه رقم رئیس جمهور هستی؟ تو چه رقم رئیس امنیت ملی هستی؟ تو چه رقم دولت فاسد و خائن هستی؟ فامیدی تمام روز میدونی فامیدی که توزیع میشه اگر ما یک سیریسی داده صبح باشه که موبایل بازار 20 اسکر جان میرا و بیادر با شرز میکشی تو تمام روز پودر توزیع کده رئیس ما خائن وطن کش با سبا جوان قتل کده به خون که خونی زدنی نره میره روزی پریر رو یک موقع بود که پشت خانه بود اگر ما میدیم فامید دولت فامید میده برو بیادر مواسه منو میرسه تو واسه تو میرسه او خواهی بکشی پاکمون و بیدن و قدیمی میسیم روش بیدر خدا حافظ بخیر بافیه زنده و سلامت باشین. آقای سلطانی رئیس نشرات شهرداری کابل روی خط تلفون هستن. آقای سلطانی سلام و صبحتان بخیر. سلام بر شما جناب دانشور صاحب و صفات صاحب و تمام شنونده عزیز رادیو آرمان. آقای سلطانی امروز ما رفتم به سرای شمالی دیدن کردم، دیدم که وضعیت تا 90% قناعت بخش شده برای مردم و راه صاف شده. خواستیم همین موضوع را از شما پرسان کنیم که چی تدابیر خاص دیگه دارین به خاطر از این رابندی ها و چارایی ها. همین موضوع را خواستیم از شما پرسان کنیم. تشکر. موضوع چنان شبانده عزیز مشاهد هستند پس از اینکه مدیریت بخش خدماتی مدیریت ترافیک به شهرداری کابل منتقل شد، شهرداری کابل یک پلان بسیار وسیع را برای بهبود وضعیت ترافیک شهر کابل روی دست گرفت که شامل ارتقای ظرفیت پلیس ترافیک و تجهیز پلیس ترافیک ماست و همچنین یک برنامه بسیار کلان دیگر به خاطر کاهش ازدحام بود که
البته برنامه ارتقاء ظرفیت پلیس ترافیک و خریداری تجهیزات و اینا پروسه تدارکاتی آغاز شده و در قسمت کاهش ازدحام یک تردولول میاری تاخته شد به خاطر مدیریت دائمی دست فروشای ما که البته دست فروشای ما متشبیسین کوچک شهر کابل است که یک بخش مهم به اقتصاد شهر کابل تشکیل داده و هر دست فروش ما یک خانواده را نام میده. به من شهرداری کابل به خاطر که هم لقمنان دست فروشای ما گرفته نشده و هم چارایی های ما ازدحام تخلیه شده بنام یک بطران بسیار وسیع را آغاز کرد چنانچه شهروندای ما شاهد هستند ساحات پل باغ عمومی کارت نو سرای شمالی و میرویس میدان کوتی سنگی از وجود دست فروشها تخلیه شد که در کوتاه مدت انتقال از چارایی ها بود و پلان دائمی از این روی دست است که آغاز شده خوشبختانه ایجاد سرای ها و بازارهای روز و بازارهای سرپوشیده است که در هر ناحیه نقاط جدید در حال شناسایی هست قبلا از شناسایی شده و این یک بسته خدماتی را شامل میشه که سرزاری کابل آقای سلطانی شما لب دریای کابل تخلیه کردین از وجود دست فروش ها مگر پیش روی از این دوکان های اعمار کردین این دوکان ها برای کی داده میشه؟ خب موضوع دست فروش ها پس از اینکه ما یک بستی خدماتی که پیشتر عرض کردم امرو میخواییم تشریف کنم و شمانده از این فروش همه انداخته شد هر منطقی که از وجود دست فروش ها تخلیه میشد البته این نقاط که باید ازدحام شده این بستی خدماتی شامل بازسازی محل است از یک طرف و بعضی جاده هایی که باید شده بود بسته شده تحت دست فروش ها دوباره برای ترافیک باز میشه و همچنین بعضی خدمات ما برای خود دست فروشای ما دست فروشای ما بعضی قرار است بعضی تفصیلات را شهرداری کابل پس از اینکه بازارهای سرپوشیده است کارش آغاز میشه روی دست میگیره که این هم برای شهروندان ما و هم برای دست فروشای ما مفیدیت های خاص خود داره چنانچه در تمام شهرهای دنیا وجود داره که بعضی آموزش ها و تسهیلات برای وصل ساختن دست فروش های ما برای خدمات بانکی برای تمام بخش ها و همچنین یک قسمتش خدمات خود شهرداری کابل است که شامل تنظیف و بعض موضوعات دیگه میشه به هر حال این پلان برای دائم قرار است که تمام از یک طرف تمام دست فروش های ما را صاحب یک کسب و کار دائمی بسازن و دست فروش های ما بتانن کار خود را بزنس خود انکشاف بتن و از طرف دیگه ساحاتی که باعث ازدحام شده در سطح شهر کابل این ساحات کاهش پیدا بکنه ازدحامش و شهرداری کابل بتانه ترافیک را به صورت عمومی در سطح شهر کابل بهبود ببخشه که این عملیات البته جریان داره در قدم اول ساحاتی که بسیار زیاد ازدحام زیاد داشت شروع شده و بعد تمام بخش های دیگه میره 25,000 متر کتاری فلزی کار تدارکاتی شاوات شده قرار از پیاده رو خواهر تفکیک بکنه از سرک های عمومی تا شهرونده ما بتانه پیاده رو بره و وسایل در جاده ها بره این پلان های بسیار خوب آغاز شده و انشالله که در نتیجه تطبیق این پلان ها و برنامه ها شهرونده عزیز ما دیگه شاهده ازدحام بیش از حد و تراکم ترافیکی در شهر کابل نخواهد بود. خیلی ممنون آقای سلطانی زنده و سلامت باشین روزتان بخیر. عبدالجلیل سلطانی رئیس نشرات شهرداری کابل بود که با عرفایشان برنامه را به میجه به پایان میرسانیم تا فردا شما را بالای یک تام سپاریم.